میدانید دلیل پک شدن پسته ها چی هست؟ چرا مغز پسته ها خالی هست وقتی دهنه خود باز میکنه داخلش هیچ مغزی نیست؟ دلیلش چی هست و چه قسم باید ایر ما پیدا کنیم و راه حلش چی هست و چی پیامدهای منفی را با ما شما داره؟ منظم دقیق گوش کنین میفهمین که چرا این مشکل به وجود میآید. درود به تو دوست خوبم، خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و دلیل پوک شدن خستگک پستر ما شما امروز میفهمیم که چرا اینا پوک میشه، مشکل چی هست. سه مشکل بسیار اساسی وجود داره در صورتی که شما اینا را تحلیل و تجزیه بکنین و اینا را رفع کنین، مشکل کاملا رفع میشه. مشکل اول خاک هست. وقتی که در خاک مواد غذایی به اندازه کافی موجود نباشه، خاک ضعیف باشه، پسته ها مغزش پوک میشه. به خاطر که شما وقتی که یک گاو دارین برای او مواد غذایی نتیم، چطور از او توقع چاق بودن یا شیر دادن را دارین؟ پس اگر میخواین پسته مغزهایشان بسیار خوب و با کیفیت تولید شوه، خاک خود غنی بسازین، مواد غذایی سر او علاوه کنین، کود حیوانی پوسیده شده بندازین و کودهایی که ضرورت داره پسته او را در خاک اضافه کنین تا اینکه بهترین مغز را بگیرین. علت دوم باغدار تنبل هست. وقتی که پسته را میکاره، مانند دیگر درخت ها پسته نیست که همه ساله برای شما بدون کدام مشکلات حاصل بده و بار بده. پسته درختی هست که اگر زمین مواد غذایی به اندازه کافی وجود نداشته باشه، باغدار کوچکترین بی‌توجهی بکنه، از درخت خود حاصل درست حسابی گرفته نمیتونه. شاید از 100 تا مثلا 10 تایش مغز داشته باشه، دیگهشون کلا بدون مغز و پوک هست. پس شما از باغداری پسته چی توقع دارید؟ میگن اگر هوای داشتن شیر داری برای خود گاو بخر. اگر میخوای پسته های با مغز بسیار عالی باشه، کمر از نو جای بسته کن و پسته خود درست تقویه کن. کودهایی که ضرورت پسته هست پیدا کن و نظر در فصل سال و نظر در فصل های مختلف که پسته کمک مواد غذایی ضرورت داره برش استفاده کن. و مورد سوم که خیلی مهم هست، هوشمند بودن درخت پسته است. وقتی که میبینه درخت پسته برش مواد غذایی کامل نمیرسه، بعضی آجل ها و بعضی خسته های خود قربانی میکنه و در اونجا مغز تشکیل نمیده تا اینکه این پسته دیگه ای که وجود داره مغز ای زیادتر کلان و با کیفیت بیاید. یک نوع حرس خود به خودی هست، یک نوع قربانی خود به خودی هست. و وقتی که این مشکلات به وجود می آید، وقتی پسته تان بدون مغز میشه و مواد غذایی هم در زمین وجود نداره، در باغدارم تنبل هست، نتیجهش چی میشه؟ سه نتیجه بسیار خطرناک برای شما داره. اولی که خب میوه های شما کلا پوک شده که اصلا امسالتان را ضرب صفر کرده. مشکل دوم سال آوری را به وجود میاره. سال آوری چی هست؟ وقتی که درخت پسته در حال رشد هست، من که گفتم درخت هوشمند هست، چطور مواد غذایی که قرار هست برای سال آینده برای جوانه های میوه های جدید او ذخیره شوه، خود درخت پسته اونا را هم نوشجان میکنه و حتی از خود پست و خود شاخه درخت از هر کجا استفاده کرده تا اینکه مغز پسته را بزرگ و پاکیفیت بسازه. و مقداری که وجود داره حتی از پندک ها و جوانه های سال آینده که مواد غذایی در اونجا ذخیره میشه، اونا را هم اینا کش میکنه و تنش به درخت شما ایجاد میکنه. که تنش چی هست؟ وقتی تنش ایجاد شد، یک نوع تعادل به هم میخوره، نامتعادل میشه سیستم رشد و مواد غذایی کلا به پندک ها و جوانه ها و میوه هایی که این سال هست میآید و برای سال آینده ما شما اصلا مواد غذایی ذخیره وجود نداره. و در سال آینده چی مشکل پیش میآید؟ جوانه ها و پندک ها و خوشه ها در کل عمو خود میوه ها که قرار تشکیل شوه میریزه و سال آینده ما شما سالبری یا سال آوری به وجود میاد که یک سال درخت پسته ما شما حاصل میگیره و سال آینده حاصل نمیگیره. که این در کل گفتیم سه علت اساسی داره که هوشمند بودن درخت پسته هست و همچنان دهقان تنبل هست و زمین ضعیف هست.
بعضی از درختان پسته خود به خود از لحاظ ژنتیکی هم یک سال باروری داره، مثلا یک سال بار میته و سال دیگه باروری به وجود میاد و سال خود را کاملا حذف میکنه، میوه تولید نمیکنه. خب دوستای عزیز، امیدواریم که در رابطه با سال آوری یا سالبری درخت پسته برای شما وضاحت کامل داده باشم و باز هم اگر سوال داشتین حتما در کامنت ها بنویسین هر مشکلی که در مورد پسته دارین، چون این درس پنجم پسته هست. باز هم کدام مشکلی شما داشته باشین در کامنت ها بنویسین که در روزهای آینده نظر به مشکلتان درس های جالب و دیدنی تهیه کنیم. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدار شما.